اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. مع أنه اليوم ما في بإيران لا شيء اسمه تفاريس ولا حضارة فارسية، الموجود في إيران هي الحضارة الإسلامية، الموجود في إيران هو دين محمد العربي الهاشمي المكي القرشي التهامي المضري الذي ومؤسس الجمهورية الإسلامية هو عربي ابن عربي ابن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمرشد الأعلى بالجمهورية الإسلامية اليوم سماحة الإمام سيد الخامنئي سيد قرشي هاشمي ابن رسول الله ابن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء، وهو العرب. نصري كروي پیکر او سر زد در لحظه سیاه از بام خانهش پرزد، جان و جهان او را در آتش قدیمی خیبر سوزاند و خشک کرد. دیروز پیروزیش بر صفحه های سنگی تاریخ حک شده، امروز زیر سنگ خاکسترش به خاک نشست. علیرضا نوریزاده، دوشنبه 30 ماه سپتامبر، فکر می‌کنم 9 مهر ماه باشه، به شما سلام می‌کنم. خب طبیعی است در این دو سه روزه منو خیلی جاهای مختلف دیدید، عربی و فارسی و غیره، ولی خودم تو برنامه پنجره نبودم که راجع به حسن نصرالله و این ضربتی که فراتر از جمهوری اسلامی آنچه به عنوان مقاومت اسلامی میگفتن تحمل کرده. ببینید افراد در جایگاه تاریخی وقتی قرار میگیرن قیمت پیدا میکنن. قاسم سلیمانی در یه جای قرار گرفت که قتل او کمر خامنه‌ای رو شکست، خیلی طبیعی بود، او رو به جایی رسونده بودن که دیگه تقریبا برابر عزت حق شده بود. نصرالله هم همینطور. نصرالله سالها در ایران زندگی کرد، در قم درس خوند، شاگرد آقای خامنه ای هم بود. بعد این آدم با کشته شدن عباس موسوی توسط آقای خامنه ای به دبیر کلی حزب الله رسید و تو 32 سال چه کرد؟ حزب الله رو از یک مجموعه کوچک زمان عباس موسوی و صبحی توفیلی که الان آقای خامنه ای رو مرتد اعلام کرد و گفت او نصرالله رو به کشتن داد، و آقای حسینی که علامه حسینی که دو روز قبل از قتل نصرالله به او گفت ایران تو رو فروخته، برو وصیت نامه‌ت رو بنویس. آقای نصرالله از ایران که رفت زبان فارسی خوب میدونست، میدونست مردم ایران چه حساسیت هایی دارن، میدونست ملت ایران به کوروش بزرگ عشق می‌ورزه، حضرت فردوسی براش خیلی با ارزش، اما توصیفی که او از مردم ایران کرد میگه که چرا مردم شادن. یکی اون زمان که برگشت گفت از نان ما، عمامه ما، عبای ما، پوشک بچه ما و و و جمهوری ولایت فقیه پرداخت میکنه و تا جمهوری ولایت فقیه پول داره ما هم هستیم. تا این پیامش، اینو خوب گوش بدید تا من راجع به
حادثه جمعه براتون بگم. خب فردی که راجع به ملت ایران، یعنی حتی اون خمینی حواسش جمع بود، وقتی جلال الدین فارسی نامزد ریاست جمهوری شد، شیخ علی تهرانی عکس شناسنامه شو داد، فاش کرد که او متولد افغانستان و پدر و مادرش افغانی بوده. خمینی ناچار شد ردش کنه، حسن حبیبی رو حزب جمهوری آورد. میخوام بهتون بگم خامنه‌ای جواب اینو نداد، یعنی پذیرفته سید قریشی، نه، سید قریشی ملک عبدالله پادشاه اردنه، هاشمیهای عراقن، شما نیستی. سید قلابی زیاد تو ایران ماشاءالله ماشاءالله بندم سید دارم، حالا ما یکی نمیدونم جد و آبادمونو میشناسیم، ولی چه مزیتی داره؟ سید کیه؟ 52 پشت پیش امام حسین بود یا موسی کاظم یا حسن یا نمیدونم صادق، خب چه تمایزی تو داری؟ حسن مسنا نواده امام حسن بود، آنقدر در شمال ایران جنایت کرد، آخر ترکید، عاشق تخمه بود، یه رو ده من تخمه براش پوست کردن، یه زاغ خورد و مرد، مردم شادی کردن برای مرگش. حالا فکر میکنی مثلا آقای خامنه ای جد اعلاش امام موسی کاظم یا زین العابدین، خب صحبت چه مزیتی برای ملت ایران داشته؟ اینو حسن نصرالله گفت. اون روز که من اینو شنیدم شبش توی برنامه تلویزیون عربی پوستشو کندم، تلویزیون عربی بود، یعنی قاعدتا باید اونا، از اینکه میگه رهبر ایران هم عربه، نه، عرب ایرانی رو جدا میکنم، عرب ایرانی با اون عربی که توی نصرالله داره حرفشو میزنه فرق داره، عرب ایرانی عرب ایرانیه، 2000 سال هم از اینجاست، اولین سلسله شیعرم اونا درست کردن تو ایران، در برابر صدام هم نشون دادن چقدر وطن پرستن. این با حسن نصرالله فرق. حالا میبینید ناله های دختر حاج قاسم و نمیدونم زن دومش و اینا رو همه رو میبینید، چون همه قومخیشن دیگه، همه با هم وصلت میکنن. آقای رسولی معلاتی، بله، داماداش، جناب آقای ناطق نوری، جناب آقای شهیدی، جناب آقای فلان، همه با همن، دختر به هم میدن. علی مشکینی دختر نازنین 9 سالشو میده به قولی به نام ری شهری. تو لبنان هم همینجوره. حزب الشیطان که جنوب لبنان زیر تسخیر گرفت، ازدواج‌های بین خودی رو ترویج کرد. معمولاً هم دو تا دارن، حالا یکی کنه. خود حسن نصرالله هم دو تا داشت. یه پسرش هم که اسرائیلی‌ها قبلا کشته بودن، الان دخترش رو میگن کشتن، زینب رو. حادثه غریبی بود. من موازنم راجع به نتانیاهو میدونید، به خاطر عملکردش تو غزه، اون همه آدم های بیگناه که کشته شدن و همطور در لبنان، ولی درود بهش به خاطر این کارش، چون مرکز و منبع توطئه و ترور حسن نصرالله و پایگاهش توی زاهیه و سور لبنان بود. ببینیم براتون دو سه تا نکته اساسی رو بگم. گفتم وقتی حزب الله درست شد، علی اکبر محتشمی پور سفیر رژیم بود در دمشق. علی اکبر محتشمی پور از شکم جنبش عمل که تمکین نمی کرد، دبیر کلش آقای حسین الحسینی، سرسپرده امام موسی صدر بود و به خمینی تمکین نمی کرد، اینا اومدن عمل اسلامی رو آوردن بیرون. حسین الموسوی معلم بود تو بلبک، اونم کارساز نشد، بعد رفتن جهاد اسلامی رو درست کردن که با این جهاد فلسطین فرق داره، سفارت آمریکا رو منفجر کرد، 70 تا کشته، مرکز تفنگداران که بر نیروی حافظ صلح بودن منفجر کردن تو بیروت، فرانسوی ها رو در نزدیک بیروت 300 نفر رو کشتن، اون همه گروگانگیری رو همه رو اینا کردن. بعد حسن نصر و شیطان از 1170 اومد، درست مثل خامنه‌ای که حالا خامنه‌ای 34 سال 33 سال اون 32 سال دیدم، یه سالم عمرش کم کردن که بگن 63 سالش مثل پیامبر
مثل جدش. اینا کدوم پیامبر که جد اینا نمیشه؟ پدری باید جد باشه، مادری که اینا به پیامبر نمیرسن طبق قانون اسلام. ولی در میان ملل متمدنه فرقی بین دختر و پسر نیست، دختر و زن همون ارزشی رو داره که پسر داره. دیه یک زن رو بکشی نصف بیزه چپ مرد نیست. میبخشید فرزندان جوانم اگر میشنوید ناچار میشم اینا رو بگم برام. آقای نتانیاهو از 3 ماه پیش شروع کرد. یک ردیف 400 نفره اسم داشتن. از این ردیف 400 نفره تالیه هاشم صفی الدین جون به در برده، بقیه رو همه رو کشت، همه رو کشت. ردیف اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم همه رو کشت. نعیم قاسم اگه موند به عنوان نماینده خامنه ای و سرپرست موقت، نعیم قاسم کاری نیست، فقط پول میشمره و میده، همین مورد اعتماد مقام عظماست، میشمره و میده. ولی اون کسایی که میتونستن جای نصرالله رو بگیرن، آخرشون نعیم قاوق بود فامیلش، اینا رفتن. نتانیاهو نقشه کشتن نصرالله رو داشت، خیلی روشن. پیام سخنرانی آخر نصرالله رو براتون پخش کردم، روزه بود، روزه خود. سخنرانی یک رهبر مبارز مقاومت نبود. ان الله مع الصابرین، خداوند نصر نهایی رو به ما داده. المقاومه ستنتصر، مقاومه پیروز میشه. از این خیالات ضربه خوردیم، ولی انشالله در نهایت ما برنده ایم. از اون حرفای آقای خامنه‌ای هم این 2-3 روز پیش زد. آقا جنایات اسرائیل راست میگه. نتانیاهو هیچ قانونی رو قبول نداره. آقای عراق چی میگه؟ درست میگه. اما کی قانون شکنی کرد؟ کی 7 اکتبر درست کرد؟ کی رفت 300 تا بچه اسرائیلی رو که کنسرت اومده بودن کشت؟ کی شکم زن رو درید؟ کی داستان ابو قریظه رو تکرار کرد؟ شما. اسرائیل یار شما بود تو جنگ ایران عراق. امیرانی رو اومد ایران براتون موشک هاک آورد که اگه نداشتید پالایشگاه نفت آبادان رفته بود. این اسرائیل به شما کمک کرد چون عراق رو دشمن بدتری میدونست. میگو ما با ایران یه دلبستگی عاطفی داریم از زمان کوروش. ایران دشمن ما نیست، حکومت دشمن ماست، ولی در عراق مردم و حکومت با هم دشمن ما. به ایران کمک کرد. همین آخری هم شما که بازی در یه دقیقه استاپ کردیم به شما کاری نداره، نه شارون نه نتانیاهو نکن. شما وارد قضیه‌ای شدید که به شما ربطی نداشت. فلسطین رهبری داشت به نام عرفات، بعد از کشته شدن او ابو مازن. هم عرفات شما را لعنت کرد هم ابو مازن، با وجود اینکه اولین مسافر بعد از انقلاب ایران بود. تمام اون روزا رو من بودم، لحظه به لحظه یادمه. باهاش اهواز رفتم، با تهرون با هم حرف زدیم، عکسامون هم هست تو روزنامه اطلاعات، مصاحبهش رو چاپ کردم. تمام هانی حسن سفیرشون، اصلا بردمش تو روزنامه اطلاعات، اومد تو روزنامه اطلاعات میشه. برابری میخوام بگم شما بودی آقای خامنه ای، تو رهبری خودتو به بند ناف حوثی و هشت و شعبی و حزب الله و حماس و جهاد اسلامی و صابری وز کرد. خب اسرائیل چیکار کرد؟ بازم میگم بعد 7 اکتبر من گفتم، روشم میشتم و نوشتم، سر مار در غزه، سر افعی در لبنان، سر اژدها در تهران. آقای نتانیاهو دونه دونه این سرها رو خواهد زد، محال ول کنه. نتانیاهو دنبال ایناست. الان هم اگه خامنه‌ای فرار میکنه میره لاتیان و کردان و
بعد قصر رامسر و فردا میره مشهد، فقط به خاطر وحشت. خانواده رفتن مشهد، آقا مشتبه تو سوراخی پادگان هور قایم شده، بغل دانشکده افسری خط کشیدن که هلیکوپتر از اونجا در رن. همین کار رو کردن. اینقدر اینا برای جانشون ارزش قائلن، سپاه ولی امر انصار الله قبلی، این سپاه ولی امر این الان 12,000 نفره، 12,000 نفر برای حفظ جان 7 نفر. شما ببینید چه هزینه ای، چه خرجی برای اینکه ما آقای خامنه ای رهبرمون باشه، رهبری که ملت نمیخواد، رهبری که فرزندش رو نمیخواد. بمیری مشتبه رهبری رو نبینی. حالا پریم تصمیم دارم حسن خمینی نخوچی پرید این وسط چی کار؟ حسن خمینی حالا از رهبر حمایت میکنه، فکر میکنه یه شانسی برای رهبریش هست. نه بابا جان، کلاهی که پدر بزرگ سر ملت گذاشت بسه. آقا جونت هم این آخری ها اصحار پشیمانی میکرد، یه حرفای را آدم نمیتونه بزنه، نمیشه گفت که مرحوم علامه صدر چه پیامی آورد از جانب همین احمد آقا. یه خورده همون وقتی هم باباش هم زنده بود، یک کمی آدم باید شرافت انسانی داشته باشه. آقای خامنه ای از این میترسه، هواپیما اسرائیلی رو ببینید، از این وحشت داره. F-35 یعنی شما فقط تصور کنید این هواپیما با یه سوختگیری کوچیک روی اصفهان و تهران، مشهد هم میتونه بره. اگر روزی عملیاتی تصویب شد مطمئن باشید مشهد هم میره. کردان و لاتیان و اینا که ول معطلن، حضرت آقا هر جا برن اینا پیداش میکنن. بابا جان حرارت اینا رو دارن. اسماعیل هنگر رو چجوری کشتن؟ تلفن و حرارت. در مورد حسن نصر و شیطان اتفاق بدی برای اون میفته. چرا؟ چون بهش خبر میدن نتانیاهو داره میره امریکا، تو این 2-3 روزه کاری نخواهد کرد. اینا هم نیاز داشتن به یه جلسه مهم. چرا؟ نیلفروشان از تهران اومده بود از مدت ها پیش، آقای خامنه ای فرستاده بودش که آقا برو این دارن میکشن نابود میکنن حزبو، برو بشین رو جای برنامه بریز، یه کاری بکنین، یه ضربه ای بزنین به سفارت آمریکا به جای دیگه. به هر حال عباس پشت اومد. قبلا هم سوریه زیاد میومد، بود اونجا. از زمانی که سردار زاهدی رو کشت اسرائیل، نیلفروشان عملا از جانب سپاه قدس و عملیات سپاه تو لبنان و سوریه بود. منتها این بار تهران بود، آقای خامنه ای فرستادش. اینم براتون بگم، هواپیمایی که داشت میرفت به بیروت و وزیر راه لبنان اجازه فرودش رو نداد چون اسرائیل میزد، قرار بود نیلفروشان رو برگردون. اما یه قفلت کوتاه، آقای نیلفروشان با شبش با حسن نصرالله شام خوردن و با چند نفر با هم نشستن و که برنامه بریزن. صبحش خبر داد اداره اطلاعات حزب الله که آقا امن و امانه، اسرائیلی ها حتی دیگه زوم نکردن روی زاهی و بیروت و جای دیگه، بنابراین بسیار راحتید که جلسه رو برقرار. اومدن حسن نصرالله تو ماشینی نشست، توی یه لندروور نشستن با هم که چیزم بود، خیلی هم اتومبیل ضد گلوله همه حرفا بود. نیلفروشان، حسن نصرالله، محافظ اصلی حسن نصرالله و یه بادیگارد اضافه و یک سروان یا ستوانیه که سپاه تو ماشین بودن که او در واقع آجدان نیلفروشان بود. اینا وقتی وارد اون ساختمون میشن، خب میدونی 4 طبقه از آسانسور میرن پایین. یک درنگ کوتاه اینجا میکنیم چون یه سری فیلم رضا بعد الان برای من ردیف کنه،
آهنگ رو زودتر میذاریم که برسیم به فیلم ها و بتونیم اونا رو برای شما پخش کنیم. یه آهنگ کوتاه فقط برای اینکه یه فاصله باشه، بعد در خدمتتون خواهم بود. خب چه خوب بود این آهنگ فرصت داد من ویدیوها رو هم ببینم. ببینید باز برگردم به موضوع نصرالله. فرداش من اشاره کردم گفتم جایگاه نصرالله جایگاهی بود که اینا میگفتن بیایم رهبرش کنیم، فارسی بلده فلان، نمیدونم درس آقای خامنه ای رو خونده غیره. تو قانون اساسی هم نگفته که رهبر ایرانی خالص باشه. آقای حسن نصرالله هم که رهبر رو قشنگ رسون، سید قریشی تهامی، اولاد پیغمبره، تموم شد. من دیدم ایشون چطور اولاد پیغمبرن، ایشون ممکنه اولاد امام موسی کاظم یا زین العابدین باشن ولی اولاد پیغمبر نیستن، بلکه پیغمبر پسر نداشت و عنوان ابوالقاسم هم به نوعی میگن یه بچه داشت که مرد، یه نوعی دیگه هم میگن که اسم برادرزادش. خیلی حالا نکته جالبی که دیدم توی واکنش ها، غیر از اون که مردم تو خیابون بودن، غیر از این که رژیم نتونست یه تظاهرات نمیدونم یه میلیونی را بندازه، هیچ کدوم نتونست، چون ملت ایران مردی که میگه رهبر ایران ایرانی نیست رو دشمن میدونه. همین ملاهای طالبان هم از این غلط ها زیادی کردن. ولی خراسان مال ماست و تلویزیون خراسان رو نگر داشتن، منطقه چادر سرش کردن. اما یه آدمی که داره حرف میزنه راجع به یه لبنانی که دشمنیشو با حسن نصرالله و این بلایی که به سرش بود نشون میده، تلویزیون صدا و سیمای جبلی خامنه ای سانسورش میکنه. نگاه کنید، در یک جنگ هستیم و ما بگذارید صحبتم را بگویم. نباید اینطور بگویی. بسیار عالی، پشت حزب الله رو خالی نخواهد کرد، همونطور که در پیام آقا هم بود. خیلی خوب، از مترجم ممنونم. آقا محسن اسلامزاده، نکته پایانی اگر هست بفرمایید، صدای من رو اگر میشنوید. محور المقاومه خب ممنونیم، بسیار عالی، تشکر میکنم. حالا ممنونیم چون حرفاشو نمیخوایم پخش کنیم، چون داره میگه چه گوری جمهوری اسلامی چه خریه، حرفاشو پخش نمیکنیم. در لبنان از دیرباز، زمانی که فنیقی ها بودن، تعددی اقوام مختلف در لبنان به نوعی با هم تعایش داشتن، هر وقت اختلاف داشتن جنگ شده. یه بار امیر فخرالدین، امیر درزی لبنان، جد جنبلات ها، او لشکری گرفت و حمله کرد و بعد دوباره در بعد از استقلال لبنان یه جنگی در 1958 کامیل شمعون میخواست ریاست جمهوریش رو تمدید کنه، مسلمان ها موافقت نکردن، جنگ شد که آمریکا مداخله کرد، ناوگان ششم وارد لبنان شد و بعد خلاصه اومدن نشستن بالا پایین کردن و اینا، فرمانده ارتش لبنان رو کردن، جنرال شهاب رو رئیس جمهوری کردن. آدم وطن پرستی بود، مورد احترام عبدالناصر هم بود، اون وقت هم لبنان همیشه لبنان آسیب دید، در چنگ ناصری ها بود. بعد حافظ اسد اومد، ناصری ها، حافظ اسد، فلسطینی ها، اینا همه به جانم. آنقدر که حافظ اسد فلسطینی کش، اسرائیل نکشته و همینطور جمهوری اسلامی فلسطینی‌ها رو به کشتن داده. در لبنان امروز تمام اقوام مقهور حزب شیطان بودن. آقای سمیع جعجع دو سه هفته قبل سخنرانی بسیار مهمی کرد، روزی یک شنبه بود، تمام شخصیت‌های بزرگ مسیحی لبنان، مارونی‌ها، حضور داشتن و او به حسن نصرالله گفت آیا میخوایی لبنانی باشی؟ آیا میخوایی کیانی از کیانات لبنان رو رهبری کنی؟ یا میخوایی نوکر جمهوری اسلامی باشی؟ هر کدوم از اینا تکلیف ما رو روشن کن. وطن ما رو اسیر کردی،
بعد دوباره میگم علامه حسینی از شیعیان شدیداً به نصرالله و خامنه ای حمله کرد، گفت اینا میخوان لبنان نابود کنن، من میخوام لبنان آزاد و آباد باشه. بعد از اون، درست بعد از اون ماجرا، صبحی طفیلی بود که اومد و اعلام کرد که خامنه ای مرتده، اصلا مرتد خامنه ای و این آدم نمیتونه برای ما تعیین تکلیف بکنه. خودش اولین رئیس حزب الله بود، اولین دبیر کل. کنار رفت عباس موسوی اومد اسرائیل رو کش، حسن نصرالله از تهران بدو بدو اعزام شد به بیروت. خامنه ای قابلیتاش رو میدونست چون شاگردش بود، زبان فارسی رو خیلی خوب حرف میزد. با این همه میگم خامنه ای عرب تهامی. باز من میگم عرب های ایران نور چشم منه، هموطنان عربم مثل هموطنان لورم، کردم، بلوچم، هموطنان ترکمنم، آذربایجانی های عزیزم، عزیزم، خراسانی ها، همه جا، کرمانی ها، بخش ایران نگاه بکنه آدم. 30 کشوریم به این زیبایی در یک سرزمین به نام ایران جمع شدیم و عاشقانه ایران رو دوست داریم. هشدار حسینی رو به حسن نصرالله نگاه کنید، جالبه. حتی اقول لك تفضل اجمع شملك واعهد عهدك واكتب وصيتك فمن اشتراك باعك اليوم ولو تعلم ماذا قالت ايران عنك وماذا اوصلت من معلومات وماذا ارادت مقابل راسك لانقلبت المعادلة. طيب. ولكن من الليلة اعلم بأنك أنت أصبحت اليوم الهدف الأول، لذلك اكتب وصيتك، وهذا ليس تهديد، اكتب وصيتك. ونحن اليوم نحن اليوم نتكلم بجدية وسننتظر وسنرى كل المنامات والأحلام التي رأيتها بأنك ستدخل للقدس. انظر من قالها لك ومن خیلی جالبه. وعده‌هایی که دادی وارد قدس میشی نگاه کن، از این به بعد نگاه کن، وصیت هم بنویس. ما گفتیم تکلیف هم روشن شد. همین حال رو علامه امین نون بزرگ مرد داشت، همین حال رو صبحی طفیلی داره. نگاه کن چه میگه دبیر کل حزب الله. یا سید انا اسألك، انت كنت منضبط بالقوانين وقت اللي كنت عم تقتل المتظاهرين بطهران وقت كانوا عم يصرخوا جوعانين، بس هالقد بيسمح لك القانون الايراني والاسلام انك تقتل واحد عم يقول جائع وانت امامه؟ انت ما بتقبل الا ان تكون تقول انا ولي امر المسلمين، يعني انت مش ولي امر بس الايراني، على الجميع، وعم تتصرف على هالاساس. ولي الامر يقتل الجائعين وينصر الفسد والمجرمين، متأكد انت؟ انت وين واقف يا سيد؟ بالعراق يا سيد قتل بهالكم يوم 250 على الأقل، 11,000 جريح كما تقول السلطات العراقية. يا سيد اللي قتلوهم مسلحيك. خدم خامنائي، انت خادم، انت عدو لله ولرسوله، انت قاتل أطفال المسلمين، انت قاتل طفل الرضيع في كربلاء، أنت أشد من يزيد وأحقد وأحقر. أين أنت عن غزة؟ أين أنت عن أطفال فلسطين؟ هذا السلاح الذي تعده في لبنان لمن؟ لا تقل لي أنني وأنني 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 وأنني. أعذار الخونة نعرفها. أنت اليوم مسؤول أمام الله عن كل طفل في غزة أنت تقتله، قبل الصهيوني وقبل الأمريكي. هذا الحاكم في طهران عدو لمحمد ولعلي، يفرحون بقتل أطفال المسلمين. أنتم أنتم الأثمان اللي دفعت في سوريا وفي العراق، مئات ألوف الذين قتلوا على أيديكم وأيدي حلفائكم في سوريا وفي العراق وفي اليمن، لو دفعتم قليلا في فلسطين، لا عم تحسبوا انه لا ظروف ما بتسمح بسوريا تهاجموا اهلنا؟
الأبرياء المعترين يحاكمون هذا القرد لساكن بيه. داره به خامنه ای میگه تو ملتتو میکشی، ملت گرسنه، خودتو ولی امر مسلمانان جهان میخونی، تو ولی امر مسلمان ایران هم نیستی، ایران مذاهب دیگری هم داره، چی میگی تو مرد؟ تو کافری، مرتدی، ملحدی. این شیخی است که در آغوش اینا پرورش یافت. حالا شما فکر میکنید تو ایران از همین آقایون حجج اسلام و آیت الله ها چند نفرشون با خامنه ای هن؟ از وحشت پیرانشون رو با تهدیدی که نوتو به جرم لواط میکشی، مردی مثل مرحوم آیت الله گورپایگانی رو به سکوت وادار کردن، با منتظری چه کردن؟ دندونش رو شکستن، کتاباش رو آتیش زدن. اون وقت شما هنوز یه عده دنبال اینا سینه میزنی. ناصر ابوالمکارم فاسد شیرازی شکرفروش، شرم کن. نانی که شریعت مداری به داد حرامت باشه. آقای شوبر زنجانی چرا سکوت کردی؟ چرا سکوت کردی؟ چرا همه تون خفه خون گرفتید؟ یک کلمه حرف نمیزنید، خجالت بکشید. یه مردی مملکت رو نابود کرد، منطقه رو به گند کشید و شما سکوت. آقای وحید خراسانی 101 سالت، شرم کن، شرم کن. اگر اعتقاد به خدا داری نداری دیگه. هر کدوم که یک ذره شرف داشتن، یک جو غیرت داشتن به صدا در اومدن، شما نه. حالا بریم آبجی خانوم هم برامون حرفایی داره، اونم گوش بدیم. سلام میکنم به سید مقاومت، عموی ما که میدونم منتقم خون پدر من خواهد بود. به قلب سید تسلیت میگم، عموی عزیزم، انشالله منتقم خون بابای شهیدم هستید، همه دنیا اینو میدونه. زنم خانوم، شوهر شما و پدر شوهر که سالمه فعلا، نگران اونا باشید. یه عمو جان دیگه هم ممکنه بره و ممکنه شما رو هم بیوه بگذارن. کاری که اسرائیل داره میکنه دستوردار نیست. نتانیاهو تا حزب الله رو در گور نکنه یا تبدیلش بکنه به سازمان سیاسی. مشکل حزب الله اینه، حالا من اینو توی برنامه عربی هم گفتم، حزب الله مشکلش اینه که نون و گوشت و آب و پوشک بچه‌ش رو آقای خامنه‌ای داد. فردا اون وقت ناچار میشه فقط روی قاچاق کپتاگون و مواد مخدر تکیه کنه. اما من راه دیگه هم بهش نشون میدم. تبدیلش رو به یه حزب لبنانی، از مردم لبنان کمک بدی. اگر تو به این وضع مصیبت بار لبنان خاتمه بدی، میلیون ها توریست از جمله شیعیان از عراق و سوریه و بحرین و جاهای دیگه تابستون میان اونجا، هتلات پر میشه. چند تا هتل داره حزب الله؟ مصایف، جاهای تابستانی، ویلاها، همه پر میشه. لبنان احیا میشه. بانک داری، بانکت احیا میشه. ولی دست از ترور باید برداری. جوانای لبنانی رو الان میشنوی، همه‌شون جمهوری اسلامی رو متهم میکنن. اعضای حزب الله در همین تلویزیون پخش کرد، در الحدث که من بودم داشت پخش میکرد، عضو حزب الله با ریش انقدری پشت ماشین لعنت به آقای خامنه ای میکرد. صوفیه طفیلی اولین دبیر کل لعنت کرد. آقای علامه حسینی گفت به خامنه ای چی؟ گفت به نصرالله دو روز قبل از مرگش وصیت تو بنویس، ایران تو رو فروخته. و واقعا فروخت. آجدان آقای نیل فروشان هم اربابش رو فروخت، هم ارباب لبنانیش. بنابراین خیلی جالبه، من یاد سخنانی میفتم از حاج قاسم. حاج قاسم دست چپ خامنه ای بود، حسن نصرالله دست راستش و بسیار با اهمیت تر بود. گفتم قبلا چندین بار روز بعد از کشتن نصرالله گفتم، نصرالله رو گفتم بیاد رهبر ایران بشه. تا این حد رفتن جلو، از خداشون میگفتن. حالا داستان این مخفیگاه که
که یه بار دیگه مورد حمله اسرائیل قرار میگیره از زبان حاج قاسم بشنوید. حزب الله یک اتاق عملیات داشت در قلب زاهیه. یه شب که توی اتاق عملیات بودیم تقریبا همه مسئولین اداره جنگ تو اتاق عملیات بودند. بعد از اینکه ساختمان‌های اطرافمون را زدن و منهدم کردند، شب بود تقریبا ساعت 11 شب، احساس کردم که به خطر جدی نسبت به سید وجود داره. تصمیم گرفتم که سید را جابجا بکنم. من و عماد با هم مشورت کردیم. خب سید به سختی میپذیرفت که از اتاق عملیات خارج بشه. توافق کردیم از این نقطه به ساختمان دیگری منتقل بشه. منتقل شدیم. فاصله زیاد بین ساختمان به ساختمان دیگری نبود. وقتی منتقل شدیم، به محض که داخل اون ساختمان شدیم بمباران دیگری صورت گرفت و کنار همون ساختمان را زدن. مجدداً بمباران دیگری صورت گرفت. یه پل کنار این ساختمان بود، اون پل را زدند. خب احساس می‌شد که این دو تا زدن، زدن سومی وجود دارد، ممکن به این ساختمان برسد. تو اون ساختمان فقط 3 نفر بود، من و سید و عماد. لذا تصمیم این ساختمان می‌بریم بیرون، بریم به سمت ساختمان دیگری. آمدیم بیرون، من یک لباس نظامی به اصطلاح استتار تنم بود. این پیراهن نظامی رو در آوردم، پیراهن زیرش پیراهن شخصی بود، او تنم بود. خب طول کشید ما تا توانستیم با رفتن به زیر زمین، از زیر زمین به زیر زمین دیگری و بعد انتقال از این خودرو به چیز دیگری که الان قابل بیان نیست، بتونیم دشمن را غافل بکنیم و گول بزنیم. و بعد برگشتیم ساعت تقریبا 2:30 شب مجددا به اتاق عملیات. بله، که البته ایشون در صحبت دیگری میگه من و سید و عماد رفتیم تو گوشه یه ساختمون رو زمین نشستیم، پنهان شدیم، اسرائیل اومد اونجا رم زد. معجزه بود دیگه، ایشون معجزه کرد و سید هم که بود اونم معجزه کرد. خلاصه نوه امام جعفر صادق نجاتشون. اما من انتظار داشتم آقای خامنه‌ای نسبت به قطع دست راستش اقلا به اندازه قطع دست چپش عمل کنه. یه موشک قلابی بزن به پایگاه آمریکایی، قبلا هم بهشون بگو حالا این کارم با اسرائیل بکنه. اما نه، مقام معظم خیلی باهوشه، جانش برای خودش از جان ملت ایران مهمتره. گوش بدید به حرفاش. انواع مهاجمه، یه وقت مهاجمه با شمشیر رو توی میدان روبرو سینه به سینه است، یه وقت مهاجمه تبلیغاتی است، یه وقت مهاجمه اقتصادی است، یه وقت مهاجمه نظامی است با ابزارهای جدید. اگر چنانچه در مقابل این عقب نشینی غیر تاکتیکی کردید، گاهی اوقات عقب نشینی تاکتیکیه، عقب نشینی هم یه تاکتیکه گاهی اوقات، مثل پیشروی، اون عیب نداره، الا متحرفن لقتال او متحیزن الی فئه، تاکتیک اینه. اگر غیر از این موارد عقب نشینی کردید، فقط با عب غضب من الله، این در میدان نظامی اینه. به طور خلاصه در 2 کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. جنگ نخواهد شد. چرا؟ برای خاطر که جنگ 2 طرف داره، یه طرف مایی و طرف اونه دیگه. ما که خب جنگ رو شروع نمی کنیم، ما هیچ جنگی رو شروع نکردیم. جمهوری اسلامی افتخارش اینه، هیچ جنگی رو ما شروع نکردیم. جنگ هایی داشتیم، منتها شروع کننده طرف مقابل بوده. ما وقتی که طرف مقابل شروع کنه، البته با قدرت وارد میدان میشیم، اما ما جنگو شروع نمی کنیم. من نمیدونم آقای خامنه‌ای خودش حرفاشو بشنوه چه حالتی داره. جنگ 2 طرف داره. کی شروع کرد؟ کی شروع کرد؟ کی آمریکایی‌ها رو گروگان گرفت، کشتشون تو بیروت، گروگان گرفت تو لبنان، تو جاهای دیگه؟
کی به اسرائیل گفت محوت میکنیم؟ کی رو موشک نوشت نابودی برای امهای اسرائیل؟ ما قادر محوت میکنیم. احمد شوقیری هم یه حرفا رو میزد، بیچاره تو غربت مرد، آدمی هم بود، رئیس سازمان آزادبخش فلسطین. و عبدالناصر روز اول جنگ شش روزه تلگراف زد، یا سید الرئیس صبحانه رو میخوای تلاویو بخوری یا بیت المقدس؟ شش روز بعد ناصر با روی شکسته و خرد اومد و اعتراف کرد که من مسئول این جنگم. ولی جنگی که مصر رو 30 سال گرفتار کرد، تا اون مرد شجاع سادات بلند شد رفت بیت المقدس، امضای صلح کرد، رفت نیویورک، رفت واشنگتن، با مناخم بگین دست داد و پیمان صلح بست و سرزمینش رو آزاد کرد. حسن نصرالله این شجاعت رو نداشت. آدم شجاعی بود، اقرار کنید، آدم خیلی آگاهی بود، سیاست رو میشناخت، اما تو این مسئله اشتباه کرد. نتانیاهو مصممه سر ما رو در غزه زده، سر افی رو در لبنان بزنه. ولی آقای خامنه‌ای میدونه یک کلمه حرف جنگ بزنه نوبت سر اژدها در تهران میرسه. ضربه حسن نصرالله، بارها گفتم، از ضربه کشته شدن بهشتی مرحوم رجایی و با هنر سنگین تر بود، بسیار سنگین تر. اینا شما همیشه یادمون باشه، آدم ها رو ارزیابی کنید در جایگاهشون. حسن نصرالله پرچم جمهوری اسلامی رو بالا برده بود، تو جهان عرب نگران بودن ازش، چقدر ضربه زد به سعودی ها. مصطفی بدرالدین امیر کویت رو خواست بکشه با عماد مقنیه، هواپیمای کاظمیه رو رو بود، هواپیمای تی دبلیو ای رو برد، جنازه آمریکایی رو انداخت بیرون تو فرودگاه بیروت. آمریکا تحمل کرد. حالا اینا میگن آمریکا دست داشته، دست نداشته، ولی خیلی خوشحاله. از این بابت اسماعیل هنیه رو خوشحالش نکرد. ولی این مورد چون خون صدها آمریکایی رو اینا ریخته بودن. حالا آقای خامنه‌ای برمیگرده ما جنگ رو شروع نمی‌کنیم. البته بوده موقعی که به ما تعرض شده، ما چیکار کردیم شما؟ با چه مقاومتی؟ فخری زاده رو کشتن چیکار کردید؟ ویروس فرستادن به سانترفیوژاتون چیکار کردید؟ این همه دانشمند اتمی رو کشت اسرائیل چه کردید؟ حاج قاسم رو کشت چه کردید؟ قاسمی که نور چشم شما بود، حالا نصراللهی که امید شما بود، رهبر مقاومت، حالا حوثی‌های بدبخت باید برن لنگاشون عوض کنن دیده نشن. البته آقای ولایتی میتونه براشون لنگ بفرسته چون خیلی علاقه داره به لنگ. ولی عجیب روزگاریست، عجیب. عیسی برهیدید یکی کشته فتاد، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ تا باز که او را بکشد آنکه تو را کشت. آقای نتانیاهو هم به نظر من با همه کارهایی که کرده برای اسرائیل خیلی مهمه، شاید برای منطقه، ولی به هر حال جاهای کارهایی کرده که این کارها کارهای بیرون از قاعده است. نفرینه اون بچه‌هایی که پدرشون بی پدرشون، پدر بقال بود، جز و حماس هم نبود، اما کاری که در لبنان کرد به جا بود، درست بود، نقطه ختم گذاشت بر حکایت تروریستی که با هوش و ذکاوت اگر آدم بود میشد علی الامین، ولی رفت زیر عبای خامنه‌ای و اینم سرنوشتش شد. تمام آنها که زیر عبای ولی فقیه هستید، سرنوشتی بهتر از این نخواهید داشت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان
هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا فردا در پناه پروردگار عاشق.